فریدون فروغی، خواننده، نوازنده و آهنگساز در نهم بهمن سال 1329 در محله سلسبیل تهران متولد شد. پدرش به نوازندگی تار و شاعری علاقه‌مند بود. فریدون هم پس از دریافت مدرک دیپلم علوم طبیعی در سال 1347 بدون داشتن استاد موسیقی و با توجه به علاقه‌اش به سبک راک و به خصوص آثار ری چارلز اصول اولیه این حرفه را آموخت. فریدون فروغی تا 18 سالگی با همراهی گروهی از دوستان نوازندهش به اجرای ترانه ها و موسیقی غربی به ویژه سبک بلوز می پرداخت. در سال 1348 صاحب کاباره کازابای شیراز از فروغی و همراهانش برای اجرا در آنجا دعوت کرد و همین اتفاق باعث شد او تا اواخر دهه 40 به خواننده مشهور کلوب‌های شبانه و کافه‌های معروفی چون مارکیز و کاکوله تبدیل شود. فروغی در سال 1350 و با اجرای دو ترانه به نام‌های آدمک و پروانه من با آهنگسازی تورج شعبان‌خانی و اشعار لعبت والا برای فیلم آدمک به کارگردانی خسرو هریتاش بیشتر از قبل شناخته شد. او پس از قرارداد اجرا برای شوی تلویزیونی 6 و 8 به کارگردانی فرشید رمزی مشابه خانی آثار ری چارلز را کنار گذاشت و سبک خود را با زبان فارسی پیدا کرد. صدای فروغی در تیتراژ فیلم‌هایی چون تنگنا ساخته امیر نادری و یاران ساخته فرزان دلجو برای همیشه ماندگار شده است. او پس از انقلاب در ایران ماند و هرچند ممنوع کار بود، اما ترانه یار دبستانی را در سال 1358 منتشر کرد. فریدون فروغی سرانجام در سال 1380 و در سن 50 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست. Thank you.